تعیین عدد اکسایش ترکیبات آلی با ترکیبات معدنی بسیار تفاوت داره. چون در ترکیبات آلی زنجیره کربنی شلوغی داریم، به این سادگی ها نیست مثل ترکیبات معدنی که یه اتم فقط با یه اتم دیگه ترکیب شده باشه، سر مثبت و منفی رو با آسونی تعیین کنیم. ببینید مثلا الان این اتم کربن با تعداد زیادی اتم درگیره. در ترکیبات آلی برای تعیین عدد اکسایش یک اتم، شماره گروه اون اتم رو منهای تعداد الکترون های پیرامون اون اتم میکنیم. با مثال بهتر میتونم بحث رو براتون توضیح بدم. این کربن رو که صورتی نشونش دادیم نگاه کنین، شماره گروهش هست 4 منهای. در بحث عدد اکسایش بار مثبت و منفی از روی میزان کشندگی یا دهندگی الکترون تعیین میشه که ما اسمش رو گذاشتیم تعداد الکترون های پیرامون یک اتم. الان زور یا الکترونگاتیوی کربن از هیدروژن بیشتره، پس این کربن دوتا الکترون اشتراکی رو از هیدروژن میکشه به سمت خودش، این میشه الکترونهای پیرامونش. هر کدوم رو با رنگ خودش براتون نشون میدم تا بعداً بهتر بتونین درس رو دوره کنین. زور کربن بیشتر یا هیدروژن؟ کربن. این دوتا الکترون اشتراکی سبز رنگ رو هم بر میداره کربن، از این هیدروژن هم دوتا الکترون اشتراکی رو بر میداره. حالا از سمت راست کربن با کربنی شبیه خودش ترکیب شده، زورشون مساویه، این دوتا الکترون اشتراکی رو با هم نصف میکنن، یه دونش گیر کربن مورد نظر من میاد. 4 منهای 2, 4, 6, 7 میشه منفی 3 عدد اکسایش کربن مورد نظر. کربن بعدی رو نگاه کنین، شماره گروهش بازم 4 منهای. کربن از کربن شبیه خودش یه الکترون برمیداره، از این کربن هم یک الکترون و از هیدروژن هر دو الکترون اشتراکی رو برمیداره چون زورش بیشتره. اما زورش به کلور نمیرسه، پس 4 منهای 4 میشه 0. این دوتا الکترون رو کلور برمیداره و با خودش میبره که در تعیین عدد اکسایش کلور بهش اشاره خواهیم کرد. کربن سوم درس امروز فقط تمرین تعیین عدد اکسایش در ترکیبات آلی هست. این کربن عدد اکسایشش 4 منهایه، از کربن شبیه خودش یه دونه از دوتا الکترون اشتراکی رو برمیداره و زورش به NO هم نمیرسه چون اونا الکترونگاتیف ترن، پس مثبت 3 عدد اکسایش کربن مورد نظر ما هست. کربن چهارم رو بریم تعیین کنیم، 4 منهایه، از هیدروژن دوتا الکترون اشتراکی رو بر میداره، از این کربن شبیه خودش هم یک الکترون ولی زورش به اکسیژن ها نمیرسه، پس 4 منهای 3 مثبت 1 عدد اکسایشش هست. و آخرین کربن این ترکیب 4 منهای، از کربن شبیه خودش یک الکترون بر میداره، N هم که از کربن الکترونگاتیف تره، الکترونی به کربن نمیده، پس مثبت 3 عدد اکسایش آخرین کربن مورد نظر ما بود. اتمای دیگه هنوز هستن از جمله کلور که میخوایم عدد اکسایشش رو تعیین کنیم. خوب دقت کنین، کلور گروهش 7 منهایه، دو تا الکترون اشتراکی با کربن داره که هر دو رو بر میداره چون زورش بیشتره. فکر نکنین کار اینجا تموم شد، الکترون های پیرامون یک اتم شامل الکترون های ناپیوندی اون اتم هم هست. ببینین این کلور 6 الکترون، یعنی سه زوج ناپیوندی دور خودش داره، این 6 الکترون هم بعد با الکترون های پیرامونش جمع بشه که در مجموع میشه 8 و عدد اکسایش این کلور منفی 1. پس ما باید بقیه اتمایی هم که الکترون ناپیوند دارن ناپیوندی هاشون رو مشخص کنیم. اکسیژن اینجا 2-4 تا الکترون داره، 4 تا ناپیوندی هم داره تا بشه 8. نیتروژن 3 تا تکی داره با یه زوج، هر اکسیژنی 2 تا زوج داره، این اکسیژن هم به همین صورت، این نیتروژن هم یه جفت آزاد داره، پس در تعیین عدد اکسایش این اتم ها زوج های ناپیوندیشون هم دخیل هستن. ببینید مثلا این اتم اکسیژن شماره گروه 6 منهای، پیوند دوگانه 4 الکترون اشتراکی فرض میشه، 4 تا الکترون هم که دورش داره، ببینید 2, 4, 6, 8 تایی شد. در بحث پیوندهای شیمی دو گفتیم که اتم های اکسیژنی که پیوند دوگانه دارن 4 تا الکترون اشتراکیشون مشخص شده، باید دو جفت آزادم داشته باشن که بشه 8 تا الکترون. یادمون باشه
جفتای ناپیوندی رو نه، نه این که بگیم دو جفت، چند الکترون پیرامونشه، دو تا و دو تا چهار تا الکترون ناپیوندی، این اکسیژن هم شد منفی دو. اتم بعدی این اکسیژن هست، شماره گروه 6 منهایه. زور اکسیژن به جز فلور از بقیه بیشتره، پس هم از این نیتروژن دو تا الکترون اشتراکی رو برمی‌داره، هم از این کربن دو تا اشتراکی رو برمی‌داره، خودش هم که دو و دو چهار تا، پس چهار تا الکترون ناپیوندی هم داره که جمع بشن باز عدد اکسایش اکسیژن مورد نظر من منفی دو هست. اکسیژن الکترونگاتیوی زیادی داره، معمولا در ترکیبات عالی هم مثل ترکیبات معدنی منفی دو خواهد بود، همونطور که کلور چون الکترونگاتیوی زیادی داره معمولا عدد اکسایشش منفی یک بود، اینجا هم به همین صورت شد. اکسیژن آخر شیشه منهایه، از کربن دو تا اشتراکی رو با زور زیاد خودش برمی‌داره، از هیدروژن هم همینطور و دو جفت آزاد یعنی چهار الکترون ناپیوندی هم داره که جمعاً میشه منفی دو عدد اکسایش این اتم اکسیژن. دو تا نیتروژن ها موندن، نیتروژن اول رو دقت کنین، شماره گروهش 5 منهای، زورش از کربن بیشتره، فون الکترونگاتیویش اف او ان از اتمای دیگه بیشتره، پس این دو تا رو برمی‌داره. از هیدروژن هم دوتا الکترون برمیداره، از اکسیژن نمیتونه الکترون برداره چون زور اکسیژن بیشتره، ولی دوتا الکترون ناپیوندی داره، پس 5 منهای 6 منفی 1 عدد اکسایش این اتم نیتروژن هست. و نیتروژن آخر رو دقت کنین، 5 منهای پیوند سگانه در مجموع 6 الکترون هست، زور N از کربن بیشتره، هر 6 الکترون رو برمیداره، یه زوج هم داره میشه دوتا الکترون، شد 8 تا، 5 منهای 8 منفی 3 عدد اکسایش این نیتروژن هست. حالا بیایم درس امروز رو جمع بندی کنیم، تعداد الکترون های پیرامونی یک اتم چطور تعیین میشن؟ نکته اول، اگر اتم با اتمی الکترونگاتیو تر یا قوی تر از خودش ترکیب شه سهمی از الکترون های اشتراکی نخواهد داشت. دو، اگر اتم با اتمی الکتروپوزیتیو تر یا ضعیف تر از خودش ترکیب شود الکترون های اشتراکی را تصاحب خواهد کرد. سه، اگر اتم با اتمی مانند خودش ترکیب شود الکترون های اشتراکی را نصف می کند. و در نهایت نکته چهار، الکترون های ناپیوندی هر اتم متعلق به خودش است.